مرسی. خب حالا هم دکتر میترا بابک اینجا پیش ما هستن و قرار در موردش صحبت کنن. در رابطه با اینکه نقش ما توی رابطه‌مون چی میتونه باشه؟ ما میتونیم رابط باشیم توی رابطه، والد باشیم توی رابطه خودمون یا کودک. من فقط یه پرانتز بذارم، من تلفنم عوض کردم، واتساپ رو میدونی وقتی عوض کنین همه چی از بین میره. این همه عزیزان که همکاری میکنن با من، ریسرچ برای ریسرچ و کلیپ میفرستن، یه دنیا ممنونم. به اضافه تالنت شو من برام دکلم و دوبله فرستاد، برای دوبله و گوینده گذاشتم، همه رفته. لطف کنین دوباره برام بفرستین، عذرخواهی میکنم. اما ای بچه و ای والد، چه مصیبتیه این نقش تو یک رابطه. قبلش هفته پیش یادتونه در مورد پدر مادر گفتیم، اما حالا میخواییم در مورد رابطه، حالا چه رابطه دوست پسر و دوست دختر هستن یا زن و شوهر ازدواج کردن، فرق نمیکنه. اینجاست که خیلی باید با دقت، اگر مخصوصا اگر تو دوران اولیه آشنایی هستین و یا تو همون دوره اولیه دوستی هستین، اگه این نقش جا نیفتاد آقا خانم فرار کن. وای نسا، برای اینکه خیلی مشکل درست میشه، خیلی پیچیده درست میشه. نقش والد و بالغ و کودک، اگه ما بالغمون نباشه تو همون دوره های اول آشنایی مشخص میشه. هرچند که دوره های اول آشنایی دیدی ما فرق میزنیم، یه خورده حالتمون فرق میکنه، همه چیه طرف رو خوب میبینیم، خودمون رو سعی میکنیم خوب جلوه بدیم، خوب خودمون رو خیلی نشون میدیم یا فراتر از اون خوبمون نشون میدیم. اما باز اگر ما این تئوریا رو با دقت گوش بکنیم و بیاموزیم، اسمارت میشیم، متوجه میشیم، حتی بازی رو متوجه میشیم، چون حالا در هفته های آینده در مورد گیم این تی ای صحبت میکنیم، چه گیم هایی رو اونا بازی میکنن. توی رابطه ما بارها دیدیم که طرف عین بچه رفتار میکنه، مثلا خانم همیشه حوار میزنه که بلند شو کار کن، بلند شو این کار رو بکن، چرا اینقدر تنبلی، برخوردایی میکنه با همسرش، خیلی بعضی وقتا بیادبانه، بعضی وقتا واقعا حتی جلوی دیگران، جلوی بچه های که هیچی، جلوی دیگران خیلی آبروی شوهرش یا زنش رو میبره، یعنی با تحقیر باهاش صحبت میکنه، با کلام زشت و لحن نوکری. یه جمله من میخوام بگم، ولی مخصوصا میخوام بگم که بهمون بر بخوره، برای اینکه بعضی مواقع ما احتیاج داریم که بهمون بر بخوره. بعضی از انسانها نوکر پرورن، بعضی ها نوکر پرستن، بعضی ها نوکر دوستن که نوکر باشن یا خدمتکار باشن. توی این رابطه ها معمولا بعضی وقتا میبینیم با طرف مثل خدمتکارش، حتی از خدمتکارش هم تحقیرتر و تحقیر، حتی هرچند که با خدمتکارم آدم نباید اینجوری صحبت کنه، توی رابطه میبینیم انگار که دیدی مثلا لب کلامی میگه، انگار داره با نوکرش حرف میزنه، انگار داره با خدمتکارش. ولی خب اون طرف هم قبول داره میکنه که همچین جوری، یعنی اینجوری باش صحبت داشته. دقیقا. آفرین. الان میخوام صف ماچت کنم. به نکته ریزی اشاره کردی در بهترین موقع. خیلی دقیق. یادت در برنامه خودشیفته یادتون هست؟ وقتی ما یک جمله داریم میگه تا مظلوم نباشد ظالمه نیست. دقیقا همین نکته توه. زمانی که بار اول بهت بی‌حرمتی کرد، حتی بین خودتون، اونجا اگر متوقفش نکنی تمومه کارت. اون دیگه متوجه نقطه ضعف تو میشه. نذار به قول این انگلیسی ها زیر فرش، فکر نکن بعدن درستش میکنم. آقا خانم 7 سال اول درست شد، 18 سال اول درست شده، تو هیچ کاری نمیتونی بکنی مگر اینکه خودش بخواد تغییر کنه و یا خودمون تغییر کنی، مجبورش تغییر کنه، وگرنه ما کسی رو نمیتونیم تغییر بدیم. اینجاست که مصیبته، که اجازه میدیم همینطوری به ما بی‌حرمتی کنن، هی ساکت میشیم، مظلوم بازی در میاریم، هی بعد من بدبخت، من قربانی، هیچی نمیگیم. مردمم اولش دلمون ممکنه برای دلشون برای ما بسوزه، بعدن یادت باشه پشت سر میگن مرد نیست که، زن نیستش که، زن ذلیل، مرد ذلیل، اینجوری صحبت میکنن. اجازه نباید بدیم با ما بازی کنن. حالا گفتم هفته آینده در مورد گیم ها صحبت میکنن. وقتی تحقیر میشیم معنیش اینه که اون، اگه عکسو نشون بدن بچه ها، معنیش اینه که اون والد غیر اصولی داره تحقیر میکنه کودک غیر اصولی رو. اینجاست بعد کودک غیر اصولی وقتی سکوت میکنه، الان شما نگاه کنین، فرض کنین مثلا توی مهمونی رفتیم یا میخوان بره مهمونی، این چیه پوشیدی؟ باز این وضعته؟ خجالت نمیکشی؟
بالغ والد غیر اصولی داره به همسرش میگه. همسرش اگر بالغ رفتار بالغانه انجام نده، رفتار کودکانه به چه صورته؟ خب دو حالت داره، دو مدل ممکنه برخورد کنه. چیه مگه؟ چه خبره؟ خوب کردم، میشه کودک لجباز. یا مدل دیگه ممکنه برگرده بگه که خب حالا چی شده، تو رو خدا، تو رو خدا بذار بپوشم. دیدی هر دوتاش کودک بود، هیچ کدومش بالغ نبود. این باعث میشه که اون والد، حالا چه زن باشه چه شوهر باشه فرق نمیکنه، یا ممکنه مثلا خانوم باشه، برگرد میگه باز مثل حمالا پوشیدی، صد دفعه نگفتم اون کچل بره که من گفتم بپوشی. این یه والد غیر اخلاقی و غیر اصولیه، داره با شوهرش حرف میزنه. این چه طرز صحبت کردنه با شوهره؟ و اگر شوهر همین مدلی که گفتم جواب بده، میشه اون کودک بدبخت ذلیل، زن ذلیل که نمیتونه جواب بده، نمیتونه بالغ باشه. و وقتی من این مدلی با شوهرم یا با زنم صحبت بکنم، میشه یک عادت، نقطه ضعفت گیر آوردم، جواب منو نتونستی بالغانه بدی، منو سر جام بالغانه نشوندی از همون اول. حالا به خودم اجازه میدم که بیشتر و بیشتر. بعدش هم که وارد به فرض مثلا مهمونی میشیم، همه سلام علیک میکنن، هی چشخوره اول بهش میره که نگفتم اینو نپوش، نگفتم اینو نپوش. اونو داره هی خردتر و خردتر و خردترش میکنه. بعدش هم شروع میکنه مسخره کردنش. بارها دیدیم خانم شوهرش رو مسخره میکنه جلو دیگران، یا آقا خانومش رو مسخره میکنه، و یا بچه‌شون رو مسخره میکنن. اینجاست که ما داریم از والد غیر اصولی و غیر اخلاقی صحبت میکنیم، و همچنین کودک غیر اصولی و غیر اخلاقی. حالا بعضی وقتا ممکنه که یه مدل دیگه، این مدل رو باز با دقت گوش کنید، دوباره ممکنه که شوهر نقش پدر داره، دوباره عین پدر میاد صحبت میکنه، عزیزم قربون شکلت برم، الهی قربونت برم، الهی فدات شم، اینو نپوشی بهتر نیست، الهی قربونت برم. بعد اونم گریه میکنه، اصلا نمیام. حالا اون با ناز حرف زد، تحقیرش که نکرد، اما این که بالغ تو بالغ نبود. درسته که ما باید ناز خانممون رو بکشیم، ناز آقامون رو بکشیم، شوهرمون رو بکشیم، ولی با کودک طرف نیستیم، ما با بالغ با همسرمون طرفیم. این چه درس؟ اینجوری هم دوباره باید، مثلا من یه کیس داشتم، 10 سال خانم تو رخت خواب بود، آقا میگفت تو اوتو نکن دستت میسوزه، الهی قربونت برم، تو غذا نپز دستت ممکنه بسوزه، یه وقت ممکنه یه چیزی بشکنه دستت داری میشوری، تو برو بخواب. خب این داشت مهربونی میکرد. همه هم مردم به درب و داغون میفتن خوش به حالت خانم، چه شوهری داری، در ساعت که این آقا خانمشو فلج کرد بود با این رفتارش. خانم من باورش شده بود لوس، باورش شده بود که مریضم نمیتونم کار بکنم. یعنی شما نگاه کن، حتی تحقیر کننده و یا بیش از حد توجه بیش از حد، میشه والد غیر اصولی و کودک غیر اصولی ما تحویل میدیم. حالا بین اینا حساب بکن، اینا پدر مادر اون بچه بنده خدا چجوری میتونه درست بزرگ بشه. اینجاست که باید حواسمون رو خیلی جمع کنیم. نوروزمون داره میرسه، نوروزتون پیروز برای امت و نه برای ملت و نه امت. اما یادتون باشه این افکارمون رو یه تغییر و تحول بدیم، فکرمونو، احساسمونو، رفتارمونو یک خوشرویی بدیم برای بهتر شدن سال جدید. عالی، مرسی که با همون، سالتونم مبارک باشه. اینم از این تموم شد.